دیدبان حقوق بشر از تهیه مستند در پیوند به بانوان ورزشکار افغانستان خبر داده است. دیدبان حقوق بشر گفته که این گزارش در مورد محرومیت بانوان افغان در ورزش است و قرار است آن را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. گزارش دیدبان حقوق بشر وضعیت بانوان ورزشکار در افغانستان را نگران کننده عنوان کرده و در بخش از این گزارش به سبب محرومیت های بانوان از ورزش و خواستار تحریم کردن کمیته المپیک افغانستان شده است. این در حالی است که امارت اسلامی پیوسته از حفظ حقوق همه شهروندان افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی گفته است. ارائه مستند دیدبان حقوق بشر در پیوند به وضعیت بانوان ورزشکار در افغانستان. دیدبان حقوق بشر از تهیه مستند در پیوند به بانوان ورزشکار افغانستان خبر داده است. دیدبان حقوق بشر گفته که این گزارش در مورد محرومیت بانوان افغان در ورزش است و قرار است آن را به مجمع سازمان ملل ارائه کند. مستنده که وضعیت بانوان ورزشکار در افغانستان را نگران کننده جلوه داده است. بر بنیاد گزارش، دیدبان حقوق بشر قرار است آن را در اختیار گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه خشونت علیه بانوان قرار دهد. این نهاد در بخش دیگر از این گزارش به دلیل جایزه نیافتن بانوان به ورزش خواستار تحریم شدن المپیک افغانستان شده است. این گزارش در مورد محرومیت بانوان افغان در ورزش است و قرار است آن به مجمع سازمان ملل ارائه شود. وضعیت در افغانستان به گونه ای است که برخی از ورزشکاران زن مخفی شده و مدال‌ها و لباس‌های ورزشی خود را از بین برده اند. کمیته المپیک افغانستان که از سوی کمیته بین المللی المپیک تمویل می شود به علت اجازه ندادن به ورزش زنان تحریم شود. زنان در افغانستان در حاکمیت های قبلی نیز نقش نمادین داشته و حقوقشان به شکل واقعی تامین نمی شد. ولی در حاکمیت طالبان حقوق کار و آموزش نیز از این قشر سرنوشت‌ساز گرفته شد که مایه مایوسی همه دختران و زنان شده. خشونت علیه بانوان ورزشکار در حکومت پیشین از دیگر موردی است که این نهاد به آن پرداخته است. موردی که در افغانستان هم برخی ها آن را می پذیرند. بانوان اما آموزش، کار و ورزش را در افغانستان حقشان می دانند. این در حالی است که امارت اسلامی پیوسته از حفظ حقوق همه شهروندان افغانستان در چارچوب شریعت اسلام خبر داده و از نهادهای بین المللی و کشورها خواسته است که در امور افغانستان مداخله نکنند.